تنها چند ماه دیگه به جدایی کامل بریتانیا از اتحادیه اروپا برکسیت باقی مونده و ترزا می نخست وزیر این کشور تحت شدیدترین فشارها از سوی همحزبی‌های خودش قرار داره. برکسیت و عدم پیشرفت در مذاکرات با اتحادیه اروپا اعضای پرنفوذ حزب محافظه‌کار بریتانیا را به دو دسته تقسیم کرده است. از یک طرف هواداران برکسیت و از طرف دیگر مخالفان آنها یا به نوعی مقاماتی که موافق همراهی با اتحادیه اروپا در مذاکرات برکسیت هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند بیش از 50% شهروندان از مواضع ترزا می در چالش برکسیت رضایت ندارند و عملکرد او را کاملا ضعیف می‌خوانند. مجلس عوام انگلستان سه‌شنبه آینده درباره قابلیت‌های نخست وزیر کنونی برای ادامه مدیریت مذاکرات برکسیت تصمیم گیری خواهد کرد. مذاکراتی که هرچند ادامه دارند، اما هنوز دولت انگلستان به خواستهای اتحادیه اروپا در بسیاری از موارد تن نداده است و به همین دلیل پیشرفت چشمگیری در دور دوم و نهایی مذاکرات ایجاد نشده است. این در حالی است که تنها 290 روز به پایان مهلت بریتانیا برای خروج نهایی باقی مانده است. یکی از نقاط ضعف دولت محافظه‌کار انگلستان و شخص نخست وزیر نشأت گرفته از اختلافات درون حزبی اعضا و مقامات دولت محافظه‌کار انگلستان است. مثال ملموس آن مواضع وزیر خارجه در این زمینه است. بوریس جانسون به تازگی گفته است اگر دونالد ترامپ مأمور حل برکسیت بود، شاید امروز مذاکرات سمت و سوی مشخصی داشت و به نتیجه رسیده بود.